یک نهاد خارجی به همکاری وزارت زراعت و مالداری به زودی در سراسر کشور سرشماری مواشی مالداران را آغاز می کند. به گفته مسئولان این سرشماری می تواند در امر شناسایی امراض موجود میان مواشی، میزان مورد نیاز واکسن و تقویت مالداری در کشور مؤثر واقع گردد. از سوی هم به باور دامپزشکان سرشماری دقیق مواشی در کنار سایر مزیت‌ها می تواند از قاچاق خودسرانه مواشی به بیرون از کشور جلوگیری کند. دامپزشکان اقصانقاد هرات آموزش 3 روزه سرشماری و تداوی مواشی را فرا میگیرند و تا چند روز آینده جهت آمارگیری و تداوی مواشی به ولسوالی‌های هرات اعزام شوند. سرشماری مواشی به هدف شناسایی امراض موجود میان مواشی، میزان مورد نیاز واکسین و تقویت مالداری از سوی سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در سراسر کشور آغاز میگردد. چون توسط یک اپلیکیشن صورت میگیره، اما قبل از او باید بگم که این پروسه ملی است که ریاست زراعت ولایت هرات به همراهی همکاری ریاست احصائیه و دفتر محترم قضا و زراعت سازمان بین الملل این پروگرام دایر کردند. به باور دامپزشکان این سرشماری در کنار اینکه فرصت مناسبی برای ارتقای سیستم مالداری و کمک به تامین مسئولیت غذایی را فراهم میکند، میتواند از قاچاق خودسرانه مواشی به بیرون از کشور جلوگیری کند. امراضی که در سطح منطقه یا در سطح افغانستان شیوع پیدا میکنه اونا رو به دست بیاریم. کسایی که میخواهند در ارتباط ریسرچ یا تحقیقات انجام بدن میتونن از این آمار و احصایه استفاده کنن و برای مؤسسات و همچنین خصوصا برای دولت بسیار مهم میباشه که امو آمار به دست داشته باشه تا برای حیوانات و برای صاحبان مواشی که اونا نیازمند هستند علوفه باب یا خوراک باب، دوا و یا واکسن در این قسمت تهیه کنند. و اگر سرشماری نزد دولت باشه، ما خب با ماها که به محیط منطقه معلومه که از اون سالهای قبل تا حال تعداد مالداری کم شده، ضعیف شده و ممکن یک از دلایل همین باشه که اینا قاچاق میشه و کشورهای همسایه قاچاق میشه، غیر استاندارد بیرون میشه و این انشاءالله امیدواریم که دولت هم این کار را پیگیری کنه و مردم هم بفهمم از مظاهر از این گپ که دیگه این کار را نکنن و این ضرر به خود و ملت خود و کسایی که مصرف کننده نرسن. گفتنی است که دامپزشکان تا 5 ماه موظفن که معاشی مالداران منطقشان را آمارگیری کرده و پس از آن از این آمار در توسعه مالداری استفاده می شود. در حالی است که دامپزشکان می گویند پرورش و تداوی مواشی اکثرا به گونه سنتی بوده و خوشسالی های پی در پی آسیب جدی به کار مالداری وارد کرده است.